امیر هستم، راجع به پسر شاول خب صحبت بکنم. خب این از اون فیلمایی بودش که من دو سال پیش توی کن دیدم و از همون موقع که دیدمش خب این فیلمو خیلی دوست داشتم. بیشتر این دلیل ارتباط نزدیک با فیلم پیدا کردم که اون موقع نوشتن نانسی رو خونده بودم راجع به خشونت سینما و هالوکاست و احساس می‌کردم که این فیلم خیلی خوب تونسته این موضوعاتی که دغدغه این متفکر هست پیرامون هالوکاست و پیچیدگی فلسفیش رو به خوبی نمایش بده. از اینجا سعی می‌کنم که نوشتم این صحبتام رو بیشتر متکی کنم به نوشته‌ای که نانسی راجع به هالوکاست داشته و همچنین اشاره هم می‌کنم به صحبتایی که با این کارگردان داشتم. من دو بار این کارگردان رو مصاحبه کردم، یه بار تو کن یه بار تو تورنتو و راجع به فیلم به نظر تقریبا کارگردان رو می‌دونم. سعی می‌کنم که اونام اشاره بکنم. خب یکی از بحثایی که ژان لوک نانسی میکنه راجع به مسئله سینما و خشونت به این اعتقاد هسته که ایمیج یا تصویر همیشه یک چیز خشونت آمیز هست. میگه که وقتی که شما مثلا میخواین خشونت رو روی موضوعی نشون بدین، با ایمیج ایجاد کردن ارتباط خیلی مستقیمی داره. یعنی مثلا میخواین مشت بزنید، مشت وقتی میزنید یک تصویر رو ایجاد میکنه. پس اینجور استدلال میکنه که خشونت و تصویر ارتباط خیلی نزدیکی رو با هم دارن. هر گونه تصویرسازی که ما میخوایم بکنیم با یه عمل خشن آمیز روبرو هست، چون ما یک پدیده رو از اون ساختاری که داره خارج میکنیم. خشونت هم تقریبا به همین شکل هسته. وقتی ما میخوایم یک تفکر رو مثلا وارد میکنیم، تفکر هم که حالت خشونت آمیز داره، چارچوب تفکر قبلی رو برهم میزنیم، شکل و شمایلش رو از اون شکل و شمایل اصلیش خارج میکنیم. پس خیلی ارتباط نزدیکی بین خشونت و تصویر و کلن سینما هست. و خب ژاک لوک نانسی راجع به این موضوع صحبت میکنه که ما چطوری میتونیم یه هنری یا یک سینمایی رو خلق بکنیم که در اون خشونت رو کمتر باشه. و خب این بین بس پیش میبره که سینمایی رو ما باید خلق بکنیم یا هنری که باید خلق بکنیم که خیلی اوپن باشه، سینمایی که باشه که بیشتر به صورت یک معجزه باشه، یک سینمایی باشه که به صورت یک امر اتفاقی پیش آمدی لحظه‌ای بدون هیچ گونه چارچوب مشخصی خب شکل گرفته باشه. راجع به این باز بودن ها صحبت میکنه. این بحثی هست که یه متفکری مثل لویناس هم خیلی در مورد صحبت میکنه. لویناس یکی از اعتقاداتش این هست که هنر یا به طور کلی مثلا سینما یک مدیوم خیلی خوب نیست برای اینکه ما بتونیم با کمک اون به دیگری فکر بکنیم. برای اینکه وقتی که می‌خوایم در مورد دیگری فکر بکنیم، باید اون مدیوم یا اون هنر این امکان رو به ما بده که با پیچیدگی‌ها روبرو باشیم. ولی سینما یا تصویر خیلی مواقع پیچیدگی‌ها رو می‌کشه، یک بعدیش می‌کنه و یک قاب مشخص و یک فریم مشخص از یک زاویه دید مشخص رو مثلا در اختیار ما قرار میده و ما نمی‌تونیم در این مواقع با اون تفاوتی که مثلا لویناس بین سینگ و سد قائل هست رو ما ببینیم. در حقیقت همیشه به حالت تماتایز شدن رو ما داریم در چه تصویر و صدا. و خب این رو تقریبا میتونیم بگیم نانسی هم تقریبا با همین دید، با همین فریم ورک داره به این قضیه نگاه میکنه. تمام این تفکرات مثلا کسایی که مثل نانسی دارن یا تفکری که لویناس داره، حالا به طور مشخص لویناس چون نانسی هم در مورد اون صحبت میکنه، برمیخیزه از اون دیدگاهی که ما در رابطه با موضوع ارتباط هنر و واقعیت و امر قدسی یا امر مقدس به خصوص در نوشته های یهود و مثلا دین های مسیحی داریم. این استدلال همیشه وجود داشته که سینما یا هنر در ریپرزنتیشن کردن واقعیت دستش تهی هست. در واقعیت پیچیدگی های وجود داره که وقتی ما اونها رو به صورت یک بُت در میاریم، یعنی به صورت یک تصویر سینمایی در میاریم، اون پیچیدگی ها رو ما نمیتونیم نمایش بدیم. این یعنی همون صحبتی هست که مثلا در مورد ما تو نوشته هامون هم دارن، خود دین اسلام هم داریم که وقتی در مورد مثلا ریپرزنتیشن اف گاد مثلا صحبت میشه، میگیم که مثلا ما گاد رو نمیتونیم هیچ وقت نباید ریپرزنت بکنیم، یعنی بُت نباید داشته باشیم. این مبارزه با بت، مبارزه با این که مثلا بت بسازیم، یک دلایلش این دلایلی هست که در این نوشته ها وجود داره و احساس میکنن که اون امر ترانسندنتال قابل تصویرسازی در سینما و در هنر نیست.
این ریپرزنتیشن، این فوربیدن ریپرزنتیشن، خب در دیدگاه مثلا متفکرین یا سینماسازان اروپایی یا یهود خیلی تاثیر مثبتی رو، خیلی تاثیر عمیقی رو گذاشته. یک دلیلی که مثلا یک متفکری مثل آدورنو در بعضی جهات مخالفت میکنه با ریپرزنت با سینما، به خاطر احساس میکنه که سینما بیشتر هنری هست که میتونه داکیومنت بکنه سینما، و اون بخش مثلا اکسپرشن رو در سینما خیلی کم میبینه، و چون میگه که در این داکیومنت کردن همیشه ریداکشن وجود داره و همیشه ما محدود میکنیم اون پیچیدگی ها رو، سینما و هنر هنر قدرتمندی نیستن که تمام اون پیچیدگی ها رو نمایش بدن. این خیلی این قضیه ملموس‌تر و خیلی مهمتر میشه در برخورد با پدیده مثل هالوکاست. همیشه وقتی که مثلا فیلمسازا راجع به هالوکاست فیلم میسازن، این دیدگاه وجود داره که آیا ما واقعا هنرمون این مقدار قدرتمند بوده که تمام هاروبیلنس، تمام اون شقاوت، تمام اون رنجی که در هالوکاست یا این مسائل مربوط به کمپ رو داشته رو تونستیم با هنرمون منتقل بکنیم یا نه. خیلی مواقع نسبت به کارهای این فیلمسازا انتقاد میشه. من یکی از دوستان بود که دانشگاه باش بودم و خب یهودی بود، یه بار ازش سوال کردم در مورد این موضوع که آیا مثلا این فیلم های مختلفی که در مورد آشویت ساخته میشه، در مورد هالوکاست ساخته میشه، نظرت راجع به این فیلم ها چی هسته؟ خب من گفتم که با همین دید که آره شما چه این همه فیلم در راجع بهتون ساخته داره میشه، با میگو من خیلی احساس بدی میکنم، چون اول احساس میکنم که با احساسات ما داره بازی میشه، با یه اتفاق بد تاریخی که در مورد ما رخ داده به صورت داستان و قصه و تفریح در اومده. این اتفاقاتی بوده که برای مثلا اقوام نزدیک من رخ داده، ماجرایی بود به اقوام من، و حق نداره یه سینماگر بیاد با احساسات ما بازی بکنه، اینا رو به صورت فیلم در بیاره، یه محصول هالیوودی ازش در بیاره که مردم بقیه سرگرم بشن بیان مثلا اونجا مثلا چیپس و پاپ کورن باشون بخورن. و خب احساس خیلی بدی رو میکرد که وقتی این فیلم ها رو مثلا خیلی اصلا مثلا نسبت به فرس شیندر کاملا احساس انزجار رو داشت، از این اثر بدش می اومد که مثلا چرا همچین فیلمی باید ساخته بشه در مورد مثلا آشویتس که این همه برای ما ماجرایی بوده که تأثیر مستقیم در زندگی ما گذاشته و الان در اومده به صورت یک فیلم خوشگل در اومده. حالا ما که خارج از اون قوم هستیم، بعضی وقتا مثلا یه دیدگاه انتقادی پیدا میکنیم، فکر میکنیم اونا مثلا خیلی خیلی خودشون هم دوست دارن، لذت میبرن، پروپاگاندا رو تولید میکنن. نه، اینجوری در واقعیت نیست. وقتی به داخل اونا میریم میبینی که مثلا واکنش های منفی خیلی زیادی وجود داره، و اینا تأثیر میگذاره در کار مثلا فیلمسازایی که میخوان راجع به هالوکاست فیلم بسازن و اون اثر رو نمایش بدن. این کارگران ما باش داشتم صحبت میکردم، میگفتش که من اوایل که میخواستم بودجه بگیرم، هیچ کس حاضر نبوده بودجه بده به فیلم من تو مجارستان رفتم، توی فاند اروپا رفتم، از هیچ جا نمیتونستم بودجه بگیرم، چون احساس میکردن که این فیلم اولا یه حالت توهین‌آمیز رو داره به هالوکاست، به اون امر، این که هالوکاست یک اتفاق بوده کالکتیو برای کل اجتماع رخ داده، و اینجا حالا ما یک فرد مثلا دیوونوار رو حالا داریم میبینیم که میخواد بچه خودش رو نجات بده. و خب خیلی از معدود فیلم‌های خیلی مستقلی بود که تولید شده بود، ولی این مستقل بودنش و این کم خرج بودنش خب تاثیر خیلی مستقیم رو روی سبک کارگردانی هم که در نهایت انتخاب کرده بود گذاشته بود. به هر حال همینا رو میگم که میخوام مشخص بکنم که رپرزنتیشن کردن هالوکاست و خشونتش تو سینما همیشه چالش برانگیز بوده. چجوری ما میتونیم هالوکاست رو به عنوان یک پدیده ای که اتفاق افتاده در سینما نمایش بدیم؟ و خب در این مورد نوشته‌های زیادی جاکلون اومده، و خب نانسی در مورد این پیچیدگی‌ها صحبت میکنه، در مورد این موضوع صحبت میکنه که در هالوکاست ما با یک پدیده روبرو بودیم که در اونجا ما یک امر سوپر ریپرزنتیشن داشتیم، یک امری داشتیم که مثلا یک قوم مثل قوم آریایی یا یک قوم مثل هیتلر وجود داشت که این قوم خودش رو به عنوان بر عامل فرد برتر یا سوپر هیومن تعریف میکرد، و در مقابلش مثلا قوم یهود که حالا ما میتونیم اینجا قوم جای قوم یهود حتی مسلمون رو هم قرار بدیم، چون گودار صحبت میکنه که میگه بعد از 1968 دیگه اصلا نباید بگیم یهود وقتی میخوام از یهود صحبت کنیم، چون اصلا به جای یهود بهتر باشه و از مثلا که الان مارجینالایز هستن صحبت کنه، مسلمان ها صحبت کنه. حالا نانسی هم اتفاقا جالبه که وقتی که میخواد در مورد حتی اون یهودا صحبت بکنه میگه مسلمان، از این کلمه در مورد کمپ استفاده میکنه و میگه که الان اون یهودا مثلا دقیقاً مسلمان ها هستن. و خب این که یه قوم در حالت سوپریور قرار گرفته و این قوم زیبایی شناسیش به نحوی هسته که دوست داره خودش رو
استتیکلی زیبایی شناسانه برتر قرار بده و در مقابلش قوم دیگه مثلا قوم مسلمان قرار گرفته که اینفریور دیده میشه، قومی که مثلا آزار میرسونه، آسیب میرسونه، گندی هسته، چیزی هسته که باعث میشه که اون برتری از اون قوم برتر بیفته. و خب اینجا بحث میکنه که وقتی در استتیکس، چون برای هیتلر اون پروژه اگر نگاش کرده باشین سینما نقش خیلی مهمی رو داشته، هیتلر کسی بودش که خب پروپاگاندا و اون زیبایی شناسی رو خیلی اهمیت میداد، مخصوصا زیبایی شناسی ماس پروداکشن که بنیامین هم راجع بهش خیلی صحبت کرده. و خب هیتلر احساس میکرده که در حتی در این زیبایی شناسی، در این زیبایی شناسی کمپ هم مثلا این تفکر باید به نحوی وارد بشه. و نانسی صحبت میکنه که ما مثلا که در اون نوشته‌ها، در اون دیدگاه‌ها مثلا قوم یهود یا قوم مثلا مسلمان که حال هستن به صورت یک عامل پست دیده میشدن، یک عاملی که باید مثلا حذف بشن، از بین برن و تمام کوالیتی‌های انسانی از اونها زدوده بشه. یکی از کوالیتی‌های انسانی که کارگران مثلا شما صحبت می‌کنم و خیلی مهم هست، مسئله جسد هست، مسئله دفن کردن. همین بازیگر اصلی این فیلم به من گفتش که شما حیوانات رو در نظر بگیرین، سگ، گربه، هیچ کدوم از اینا جسدشون رو دفن نمی کنن، انسان هسته که جسدش رو دفن می کنه و این یک کوالیتی خاصی هسته که اون رو یونیک می کنه. و در آشویتز امکان دفن جسد وجود نداشته، این عملی که کاملا انسانی بوده از آدم‌ها گرفته می‌شده. چرا؟ چون به خاطر که یه قومی بوده که خودش رو می‌خواسته قوم برتر محسوب بکنه و می‌خواسته این یونیکنس بودن رو از قوم‌های دیگه بگیره. در نتیجه اینجا جسد دفن کردن یک عمل مثلا خودخواهانه دیگه در نظر نمیتونیم بگیریم. یه عملی هست که هر فرد مثلا تو اون آشویتز ازش پرهیز میکرده برای اینکه بی سر و صدا باشه. مثلا خیلی از سوونیخ‌ها، از این خاطرات افرادی که از هولوکاست مونده رو بخونیم، اینا میگن که ما در اونجا هر کار میکردیم که به چشم نیاییم، یعنی اصلا دیده نشیم، خیلی ساکت و آروم باشیم، چون اگر دیده میشدیم، اگر احساس میشدن که ما مثلا فرد یونیک و برتری هستیم، خب ممکن بود واقعا بریم توی این اتاقهای گاز و از بین بریم. این فرد اینجا تصمیم میگیره کاری رو انجام بده که از یونیکش میکنه، یعنی جسد رو دفن میکنه، ویژگی انسانی بهش میده. این نمیتونه مورد مثلا قبول مثلا تفکر مثل نازیسم، تفکری که خودش رو به قول نانسی سوپر ریپرزنتیشن تعریف کرده قرار بگیر. و اون و این عمل یک عمل انقلابی هست. این عمل رو کارگردان الان قرار داده مایو بمبایی اصلی فیلم، که یک شخصیت داریم که میخواد این جسدی رو که اینجا هست الان رو بگیره، این جسد رو دفن میکنه و تمام داستان رو بر اساس این اومده شکل داده. بعد مسئله دیگه که برای این کارگردان خیلی مهم بوده و در ارتباط هم قرار میگیره دوباره با مسئله صحبتایی که ژاک دونانسی میکنه در مورد مسئله ریپرزنتیشن کردن هولوکاست هست. چطوری ما میتونیم هولوکاست رو با اون پیچیدگی‌هاش نمایش بدیم؟ چطوری میتونیم اتفاقات مهیبی رو که در اونجا رخ میده رو به روی پرده بگذاریم؟ تکنیک کارگردان استفاده کرده و خب حالا با مسائل مالیش هم خیلی میخورده، همونجور که میدیم گفت زوم کردن دوربین روی شخصیت اصلی بوده. ما شخصیت اصلی رو میبینیم که این داره اتفاقات مختلف رو نگاه میکنه ولی همه چیز در بک‌گراند فلو هست. ما اصلا نمیتونیم مثلا افسر آلمانی رو غیر از دو صحنه که یکی مثلا تو دریاچه بود و یکی هم مقدار جلوتر، هیچ جا دیگه مثلا افسرهای آلمانی و اینا رو ما اصلا نمیتونیم ببینیم که اینا دارن چی کار میکنن. یا اصلا ما نمیتونیم اتاق مرگ رو، اون جایی که مثلا گاز داره توش بیرون در میاد، این رو ببینیم. فقط میتونیم، فقط میشنویم، از طریق صدا میشنویم. و این ایمیجینیشن انسانی هسته به عنوان بیننده که خیلی کار میکنه. و خب در نوشته هایی که مثلا نانسی داره یا حتی وقتی که صحبت میکنه لویناس در مورد دیگری، در مورد ایمیجینیشن خیلی صحبت میکنه، این که تو باید همیشه هر وقت میخوای وقتی در مورد دیگری فکر بکنی بخش زیادی رو به ایمیجینیشن اختصاص بده، یعنی سعی نکنی اون رو تماتایز بکنی، احساس کنی کاملا اون رو میشناسی و استروتیپیکالش بکنی. این کارگردان با فلو کردن بک‌گراندا و محدود کردن دود به یک نفر این امکان رو خیلی خوب ایجاد کرد. ما نمیتونیم در مورد روش کشته شدن، روش اینکه چجوری این مساکر صورت گرفته، هیچ دیدگاهی رو داشته باشیم. اون حالت قدسیواری که مثلا اینجا جسد پیدا میتونه بکنه حفظ شده، از اون طرف احترام به اجساد هم به شکل درستش
در اومده دیگه. اگر مثلا مخالفت وجود داشت نسبت به اینکه تو فیلم‌های بعضی از فیلم‌های هالوکاست مثلا جسد رو به صورت تله‌ای روی هم قرار میدن و هیچ احترامی رو به اون اجساد نشون نمیدن و خیلی از بازماندگان نسبت به این موضوع احساس بدی رو میکردن، این کارگردان اینجا این کارو نکرده و اونها رو در حالت فلو قرار داده و ما فقط از دیدگاه اون شخصیت اصلی هست که این داستان رو میشنویم. در کنارش اومده مثلا صداها رو خیلی برجسته کرده، صداهایی که حالت منظم و کنترل شده هم ندارن، خیلی پراپر هم نیستن، صداهایی که از هر جا ممکنه مثلا در بیان و شنیده بشن و این روش‌ها رو به کار بره. یا به طور مثال خیلی براش مهم بوده که زبان یا لنگویج رو مثلا در این فیلم اهمیت خاصی براش درست بکنه. احساس می‌کنه که اگر ما اینجا با دیگری روبرو هستیم، این دیگری یک لنگویج خاص داشته. این زبانی که در این فیلم برعکسش سر می‌بره زبان یدیش هست. زبانی هست که بعد از جنگ جهانی دوم دیگه در بین یهودی‌ها دیده از بین رفت و خیلی خب در این دوره قبل از هولوکاست اینا خیلی مرسوم بود. اینجا میبینیم چند تا دیالوگ در مورد یدیش بودن اینا صحبت میکنه و تمام این دیالکتیک های یدیش رو این شخصیت ها به کار میبردن و خب خود کارگران تعریف میکردش که میگفت من از یه طرف سعی کردم که روی یه گروه خاص زوندور کماندور زوم بکنم. زوندور کماندورها کیا بودن؟ همین گروهی بودن که در اونجا بین قربانی و مقتول قرار داشتن، یعنی وظیفشون این بودش که به هیتلریسم اون تفکر کمک بکنن که آدمهای یهود رو از بین ببرن و در اون عمل کشتار کمک میکردن. گروهی هستن که خب در موردشون خیلی کم هم فیلم ساخته شده چون یه حالت بدبینی نسبت بهشون وجود داره که شما کمک میکردین به اون تفکر فاشیست و از بین میبرین یه درو. این اومده روی این گروه خاص و از زوم کرده، یکی از افراد این گروه رو داره نمایش میده ولی از اون طرف خیلی هوشمندانه عمل کرده. وقتی که فردی مثلا در همیشه در این مدت طولانی در این وضعیت قتل عام به سر برده باشه، اجساد رو از بین ببره، احساساتش در هر حال کم میشه نسبت به کاری که داره انجام میده. به صورت طبیعی، به صورت کار براش در میاد. دیگه وقتی مثلا ببینه یه جسد رو در مقابلش میبینه هیچ اکسپرشنی از خودش نمایش نمیده. اگر در این فیلم دقت کرده باشیم شخصیت اصلی تقریبا فیسلس هست، تقریبا اکسپرشن خاصی رو مشخصی رو نشون نمیده. در همه حالت ها تقریبا نسبت به وضعیتی که در اون قرار گرفته خیلی بی تفاوت است. برمیگرده به همون کاراکتر و گروه خاصی که از اون شخصیت این طرف در نظر گرفته و روی اون زوم کرده. به هر حال این شخصیت رو انتخاب کرده، سعی کرده لنگویج های مختلف رو درشون نمایش بده و همچنین اینکه با صدا و موسیقی کار بکنه. از طریق این تکنیک سعی کرده به دنیای اون شخصیت وارد بشه و خیلی هم براش مهم بود همونجور که سامان و که داشت صحبت میکرد که برخلاف فیلم های دیگه که در مورد هولوکاست ساخته میشن، هولوکاست رو یک عمل قهرمانانه مثلا تعریف نکنه. مثلا خیلی انتقاد شدید این کارگردان داره نسبت مثلا فیلم های مثل فهرست شیندلر و میگه که این فیلم ها مثلا ما توشون داریم میبینیم یه فرد قهرمان میبینیم که کل اجتماع اطرافش رو خود داره نجات میده. تو فهرست شیندلر اگر یادتون باشه یا یه فرد رو داریم که تعداد زیادی از یهودی ها رو پناه میده و در نهایت باعث خوشبختی اون اعداد از بدبختی نجاتشون میده. تو اینجا ما این حالت رو اصلا نداریم، همونجور که خیلی قشنگ بچه‌ها میگفتن حالت دیوانگی رو داره ما این در شخصیت داریم میبینیم. یه شخصیتی داریم که برخلاف تمام قواعد مرسوم داره بازی میکنه و خودش اعتقاد داره که در اینجور مواقع هولوکاست یک داستان کالکتیو نبوده. هولوکاست بیشتر یک داستان راجع به سوروایو بوده، اینکه افراد میخواستن یه جوری خودشون جون خودشون رو نجات بدن و این شخصیت میبینیم که مثلا با خودخواهی اینکه فکر این هست که جون خودش رو نجات بده، که حالا این خودخواهیش رو ما میتونیم به اون بحث رزیستنس هم مربوط بدونیم، کل مثلا کاری که اون افراد دارن رو در خطر میاندازه، باعث میشه که کل اون پروژه فرار کردنشون و اینا با شکست هم در نهایت روبرو بشه.
و از کاملا نابود هم بشه. ولی خب این ویژنی هست که این کارگردان نسبت به این شخصیت داره و این فیلم رو بیشتر اینرجرنی این شخصیت، تحول درونی این شخصیت نگاه میکنه. از این لحاظ مثلا وقتی در مورد اندینگ این فیلم صحبت شد، خیلی مثلا اندینگ این فیلم رو فیلم خیلی تلخ نگاه میکنه. اون به نظرش میاد این اصلا اندینگ تلخی نیست، این اندینگی هست که این شخصیت به اون چیزی که میخواد درش دست پیدا میکنه، حالی که کشته شدن و بقیه و اینا اصلا با داستان این شخص نیست که حال ما فکر بکنیم که تلخی رو ببینیم. بیشتر باید از دیدگاه این شخصیت به اون داستان نگاه بکنیم و اینکه در اون پروسه که داره پیش میره به چه شکل داره پیش داره چطوری به مسیر خودش دست پیدا میکنه. سوال شده بود، من یادم که همون جایی که سوال کردیم که آیا این کریزینس یا مدنسی ما در این شخصیت نمیتونیم ببینیم که داره این کاری که انجام میده تمام برخلاف تمام کارهایی هست که یک فرد عاقل میتونه انجام بده، و اون کارگردان داداش این کریزینس، این مدنس بودنش هم حتی یک سعادتی در پشتش خوابیده. یعنی این کریزینس بودن و مدنس بودنش کاملا با اون چارچوب، با اون اصولی که اون پروتاگونیست برای خودش تعریف کرده در هماهنگی هست. ما چون از یه زاویه دید دیگه داریم قضیه رو نگاه میکنیم، نسبت به این کریزینس و این نسبت به این مدنسی که این شخصیت داره واکنش منفی رو داریم نشون میدیم، ولی این با اون انرژی این شخصیت کاملا ارتباط نزدیکی رو داره. فکر میکنم دیگه همین چیزای مهم هست که با. یه 20 دقیقه نیم ساعت می‌ذاریم برای سوال جواب. من اول نفس سامان رو دیدم. چه کارگردانی قرار گرفته؟ من فکر می‌کنم به پسر داردنا مثلا نازیم. من خودم احساس میکنم که موضوع داردنی خیلی براش مهم هست. مثلا تو ما فیلم آخری داردنا، حالا این قبل بعد ساخته شده بود، یه فیلمی داره به اسم نه آخرین فیلم داردنا راجع به پزشکی هست که یکی میاد دم خونش در میزنه و این در رو باز نمیکنه و دو روز بعد میفهمه که این پزشکی مرده و تا از اون لحظه بعد تمام زندگی این دکتر این میشه که بفهمه این جسد ما چرا این دختر مرده و کشف بکنه اونا. آره من احساس میکنم که آره به اون داردنا و اون تماتیک فکری ایناشون خیلی نزدیکتر است. از اون ورم به خود سینمای هانگری این کشورم، من چون دو سه تا از فیلماشون که اخیراً دیدم، یکی این فیلم بادی آف سول و یه فیلم دیگه شون هم بودش که توی خود جشنواره کن هم امسال دیدم مثلا، اونم توشون مثلا موضوعات کمپ مخصوصا این که مثلا یک گروهی در یک وضعیت بحرانی قرار بگیرن، از تمام حقوق انسانیشون محروم بشن، تو مثلا تو اون فیلم اخیر کنمش هم خیلی زیاد دیده میشد. من وقتی راجع به کارگردان صحبت میکنم میگفت فیلم های ما یه جوری واکنش هم به دور اوضاع امروزی مجارستان هم هست. مجارستانی که توش مثلا یک الان حزب نئونازیست تقریبا روی کار اومده و انسان‌های زیادی را داره از حقوق اصلی شهروندیشون معاف میکنه، به اون سبکی هست و آره نزدیک شده اونجا مثلا. ولی مثلا دستیار بلاتار هست، ولی اصلا دوست نداشت راجع به بلاتار صحبت بشه و احساس میکنه، میگه من 12 سال با بلاتار صحبت نکردم و فیلم و احساس نکنه که اصلا من هیچ تأثیری از بلاتار مثلا تو این کار پیدا کردم. حالا من خواستم همین رو بپرسم که به نظرت از لحاظ ژنئولوژی کاری چه ارتباطی میتونه بین این فیلم و کارگردان بزرگ مجار ببینیم؟ من خصوصا من سام دیدکینگش حس میکنم خیلی از میکولوشیانچو به تبع از بلاتار. من بیشتر آره منم احساس میکنم که از یانچو بیشتر من میتونم مثلا تأثیرات رو ببینم از لحاظ فرمال و مخصوصا یه فیلم راجع به جنگ داره. آره مثلا میچرخه همش از گروه های مختلف میبینیم، تقریبا جهتگیری مشخصی هم تو اون فیلم نسبت به جنگ نیست که آیا یه بار سفیداست یه بار قرمزا و همطور از داریم این داستان رو نگاه میکنیم. این احساس میکنم که از لحاظ موضوع گیری لاغر اخلاقی اینا تقریبا همون جوری هست، از اون بحث یه بحث سوروایول نگاهش میکنه و اینکه این فرد میخواد حالا نجات پیدا بکنه و از لحاظ اینکه اون فیلم اگر یادمون فکر کنم یادمون باشه خیلی فیلمی بود که
اکشن اکشن پشت سر هم بود، یعنی اصلا تقریبا توقفی چیزی نداشت، خیلی ریتم تند و ریتم تند اینا داشت که خیلی اون تو ریتم تند موسیقی و صدا و تصویر و اینا خیلی پیش میبرش. تو اینم تقریبا همین حالت ها رو من احساس کردم، هست دقیقا فیسلس کارکتر ها و آره بدن و اینکه حالت کمپ قرار میگرفتن و اون اسیرهایی که اسیر میشدن و هر اتفاقی کشته شدنشون و بدون هیچ گونه رحمی و تقریبا آره من میتونم ببینم اون بیرحمی سینمای مجاره و اون بلاتا اون یانجو. سه تا سوال یکی اینکه میخواستم ببینم که چرا فکر میکنی که سال در شکست خوردن زوندر کماندوهای شورشی مقصر بوده این وقته، یعنی در هر صورت اینا بالاخره کشته ممکن بود بشن، چرا اینکه تقصیر سال داره که بچه همراهش بوده باز خرابکاری شده، چون میکنی که داشت نمیزدن میرفتن در یکی اینو نمیدونم شاید من یادم نیست چون خیلی وقت پیش میمیدم خواستم اونو توضیح بدی. یکی نمیدونم من یکی از مسابقات رو خوندم با کارگردان ولی یکی رو نخوندم، نمیدونم راجع به نقاشی ازش سوال کردی چی گفته، ولی من آدیو کامنتری روی فیلمو یادم قبلا دیدم خودش فقط از یه نقاش صحبت کرد، از اشر صحبت کرد، نمیدونم تو راجع به نقاشی باهاش صحبت کردی، چون برای خود من اصلا اشر به ذهن من نرسید. من خیلی نقاشی امپرسیونیستی رو میدیدم چون تو هیچ تصویر نمیدید، خیلی من اینو دوست داشتم، بهترین چیز فیلم به نظرم همین بود که محو میدیدی همه چی رو، خیلی قشنگ بود، نمیدونم صحبت کردم رو دیم. و اینکه سومی که آیا اینو توی یه دسته سینمای ایدئولوژیک قرارش میدی یا که در واقع وضعیتش چیه؟ آره در مورد سوال اولت اینو من فکر می‌کنم آره بس من این بود، بیشتر می‌خواستم اینو بگم که این آره یه هدفی برای خودش داشت و این هدفش هم حالا همخونی نداشت با هدفی که کل گروه داشتن، یعنی اون بیشتر الان مثلا اگر گروه اونجا می‌خواستن فرار بکنن این ربیر می‌خواست پیدا بکنه که بیا زمین بکنن و بچه خودش مثلا بیاد اونجا دفن بکنن که اونا میگفتن بدو بیا بریم، هم تو اینجا این کارو داشت انجام میداد و آخرش هم خب این ویژنش و این بچه‌ای که اومد اونجا خود کارگردان خب اینو یعنی بیشتر مدعی بودش که این اصلا تمام پروژه اون گروه رو چیزی هم داشتن که گم کرد، بسته بارو کرد، آره میتونست یکم کارش راحت کنه، آره بسته بارو کرد. آره بعد در مورد تصویر و اینا نه، فقط من یادمه که راجع به یک اهمیت مموریالی که از هولوکاست مونده بود صحبت کردم، قسمت بودشن و عکس میگرفتن و که یه دفعه مثلا محو شد و این دوربین بود و اینا، چون اینا خیلی بعد مهم بودن در تاریخ هولوکاست، خیلی دود بلند شد، آره داشتن بیرون اجساد میسوزن، این مدرک بخواست درست بکنه که مدرک داشته باشن که مثلا بعدا میگن که این اتفاقات مثلا در هولوکاست واقعا رخ داد، ولی نه من فقط اینو دیدم در مورد مثلا تصاویر و اینا داشتم این بار مش صحبت میکردم اشاره کردم، ولی نه دیگه من چیز در مورد دیدگاه منظریش اینا نپرسیدم و نمیدونم واقعا تحت تاثیر کی بوده. سوال سومت ایدئولوژی این که در چه کاتگوری قرار میگیره، من این فیلم این بار دوم دیدم به نظرم اومد که خب بعضی جاهاش که خب از اون آرکیتایپ هایی که مثلا ما در مورد هولوکاست میدونیم که خب استفاده کرده، مثلا خاکستر و جسد و یعنی تقریبا همه عوامل جوری چینده که اون اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده شدن رو نشون بده، یعنی حالت غلوف کردن ما میتونیم تو بعضی جاهاش مثلا منم احساس کردم که دیده میشه، نه مثلا تو بار دوم بیشتر به چشمم میخورد، ولی این که حالا به هر حال تو اون ژانر ما خب هولوکاست که این فیلم مطمئناً قرار میگیره و یه ویژنی خب تو اون، حالا اگر مثلا اون ژانر رو مثلا این ژانر ایدئولوژی نگاه بکنی و اینکه مثلا با یک دلایل خاصی داره شکل میگیره، خب نسبت به اون ژانر حالا مثلا واکنشان هم داره نسبت نشون میده که دیگه اون داستان مثلا کالکتیویسمش مثلا داره زیر سوال میبره، مسئله سوروایور شخصی رو داره مثلا بزرگتر میکنه، به هر حال آره از این جهت میتونیم خب مثلا یه نگاه مثلا بگیم با اون ایدئولوژی مسلط مثلا در رابطه با این فیلم ها هسته، بالاخره در دیالوگ هست، حالا این دیالوگ چه مثبتش منفی، ولی دیگه غیر از اون ایدئولوژی خاصی نه من چیز نه. دستی امیر،
برای یهودی‌ها نسب خیلی مهمه. یعنی اصلا برای کی؟ برای یهودی‌ها. آره. و اصلا تمام سیستم کاریشون، فکریشون، من مثلا یهودی دارم، اینا براشون نسب خیلی مهمه. یعنی کسی که بعد از خودشون میمونه خیلی مهمه. اونه که باید جلو ببره تمام این داستان‌ها رو و تمام این خاطره رو، این هیستوری رو حفظ کنه. بعد تو این فیلم دقیقاً داره اینو میکشه. از من همه ندیدم ولی آخر که میبینم که داره جسد نسل بعد رو میبره و هم میکنه، یعنی جسد نسل بعد آرادی مرده. هیچا راجع به این مطلب خود کارگردان با صحبت کرد که مثلا بگی باهاش روبرو، باهاش با مشکل روبرو شده و انتقاد کرده شده، انتقاد شده بهش راجع به همچین چیزی؟ یا نه، این اتفاق، این چیزی که اشاره کرد میگفتش که داستانهای لیترچری که ما تو سینما از مسئله آشویتس داریم، هیچ وقت راجع به این بچه ها صحبت نمیشه که بخش زیادی از قربانیان هولوکاست بچه ها بودن، تعداد خیلی بالایی. و خودش میگه من امیدوار هستم وقتی که این فیلم رو میسازم تعداد زیادی از بچه ها این فیلم رو ببینن و احساس همزاد پنداری بکنن نسبت به قربانی بچه‌ای که در اون فیلم وجود داشت. از این جهت مثلا این بسل بچه رو ایجاد کرده بود. و این که خود ازش هم سوالم کردم که واقعا این بچه این بود یا نبود، اصلا این تیجا تو این فیلم دقیق نمیگه که این بچه هست. چون همون موقع که میگه این بچه هست که از این برسید بچه داشتی، کی داشتی، فلان داشتی، سه چهار جا دیگه هم این دیالوگا رو ما داریم. یعنی اصلا نمیتونیم، یه زنی نشون میده که میره باش دستی میدونه ولی اصلا اونم معلوم نیست که اصلا زنش هست نیست، اصلا هیچ اکسپرشنی هم نداریم. یعنی اصلا نمیدونیم که آیا واقعا این بچه طرف هست یا نیست. مثلا مسئله بچه و نسل و اینا خیلی به نظر مهم نیست. وقتی یک لحظه تحول پیدا میکنه، اصلا ما دیدیم مثل برادران داردان مثلا یه دفعه مثلا شخص صورت یه نفر دیگه رو میبینه و یک لحظه در اون لحظه داغون میشه، اینم دقیقا همین حالت رو داشت. یک لحظه تصویر اون چهره رو میبینه و از اون لحظه احساس میکنه که تمام زندگی این فرد عوض میشه، پرسش میکنه نسبت به اینکه چی تا حالا اینجا بوده و اینکه اصلا این جسد و دفن کردنش هم ازش گرفته شده. بالاخره فرد اون پسره رو اونجا پیدا کرده، زنده هسته، بعد اونا میان همونجا پزشک آلمانی میان میکشتش. بالاخره اینا زنده میکنه توش یه سری چیزایی رو که به نظر میرسه نابود شده بود درش. من میخواستم ازت تشکر کنم به خاطر خیلی informative kind of اجرایی که داشتی و خیلی عالی بود. میخواستم ازت خواهش کنم فرض کنیم اینا رو همه نداری و میخوای توی مثلا یه پاراگراف نظر خودت رو که به اینا اضافه کنی، نظر خودت چیه؟ یا اگه ابراز کردی توی همه اینا ممکنه چون قاطی شد من میس کردم، خودت به اندازه یه پاراگراف دو جمله راجع به این فیلم مستقل با عنوان خودت چی فکر میکنی؟ آره، هیچ کس که مستقل نیست از چیزی که میخونه. اصلا هر حرفی هم الان تو داری میزنی تحت تاثیر مثلا یه نفر ممکنه صورت گرفته. ما همیشه آدمهای اجتماعی هستیم، آدمهای هیچ وقت با شخص با خودشون اصلا تعریف نمیشن. هر آره، من خودم مادر داره و اینا رو فرض کن همه میدونن، ولی در کل یه ایمپرشنی داری که میتونی بعد بذاری کنار این فکر کنی مال خودته، همونطور که دیگران مثلا همین کسی این کارگردانی که اینو اجرا، ما به اسم این کارگردان میشناسیمش ولی میدونیم قبل از این چی شده چی شده چی شده، به عنوان یه همچین چیزی چی فکر میکنی مثلا بخوای اد کنی به این دانش بشری؟ آره، خب من مسئله خیلی برام، یعنی به شخصه وقتی این فیلم رو دیدم میدیم و اصلا بهش مقدار صحبت میکرد، این کریزی بودن این شخصیت خب خیلی برای من جذاب بود که تو اون گیر و دار جنگ این فقط فکر این بچه رو پیدا کرده بود و این بچه رو میخواست بگیر و دفن میکنه. و خب این چیزی بود که من کمتر توی سینما تو این ژانر دیده بودم و خب خیلی دوست داشتم. این دلیل اصلی این بودش که من این فیلم برام جذاب شده، این که مسئله این که این چرا میخواد اینو بچه رو پیچیدگی، چون این فیلم جواب قانع کننده بهت نمیده، بعد هینت اشاره میکنه و یه فیلمی هست که برای تفکره، برای راجبش مثلا میشه فکر کرد. و خب این خیلی چیز خوب، چون ما نراتیو ثابت هالیوود رو نگاه میکنیم خیلی مواقع پلات جوری شکل گرفته که تو خیلی از چیزها رو میتونی حدس بزنی که چرا داره این شخصیت این رفتار رو انجام میده، ولی خب این کار رو نمی کنه. و این چیزی هست که من به من اینا بهش میگم تینکینگ فیلمز و این تینکینگ فیلمز هست که من به شخصه اپریشیتش میکنم این نمونه سبک رو. خوش تنس کنید.
من یه سوال، دو تا سوال اولی. یه سوال اولی که این کشانی که تصویر سازی یه نوع خوشونته، این چه نوع تعریفی در واقع از تصویر گرفتی؟ مثلا ما نمید چرا این تعریفش میکنیم؟ یعنی با چرا تصویر سازی رو با این زاویه دید تعریف میکنیم که خوشونته؟ به نظر من محدودیته، اگر هم نتونه واقعیت منتقل بکنه، چرا؟ چه تعریفی از خشونت داریم که اون وقت اگر تاثیرسازی اینطوری صورت بگیره بشه خشونت؟ یعنی مبنای کاری که اون اولش داشتیم گفتی رو گیر دارم. نکته دوم که برای من نفهمیدم این فیلم موضوعش آشویتس یا موضوع، یعنی چیزی که قرار من درک بکنم از تمام این چیزهایی که اتفاق افتاده این دوربین بر اونور و الاخر و تم قصه که قرار این بچهش رو در واقع تیز بکنه چیه؟ یعنی من الان قرار چی رو بفهمم؟ مثلا من اگه قرار بفهمم که یک قصه اینه که یه پدری بچهش رو میخواد دفع بکنه، یا مثلا یه حسی ایجاد شده که یه کسی رو دیده، من سوالم اینه که چرا این آدم توی اونجا نسبت به این بچه مثلا این حس رو پیدا میکنه و میخواد مثلا این کارا رو انجام بده؟ یعنی که شما گفتی موزهک، برای من هم به نظر من موزهک در اومده. این تن که قراره در راسته این تن من بفهمم چه بلایی در آشویتس بوده و این برانگیختگی این فرد، یعنی این چهش میگیم رستاخیز تفکری این آدم که بر از با اون بچه دیده میشه و میخواد آدم دفع بکنه، من اصلا این چیز رو نفهمیدم. یعنی چرا باید اینطوری باشه؟ و حالا من با آدینس باید اینو دنبال بکنم که بعد آخر سر و در انتها هم بچه با این همه چیزی که میبینن که انقدر قراره از فیلم انزجار، قراره از فیلم مثلا خشونت و اینا در چیز بشه، یعنی هم آخر فیلم یه بچه پیدا میشه اینا میبینه، بعد همون آلمانی بچه رو بین میکنه میره و رها میشه، بعد که مثلا من نمادین فکر کنم که این ادامه نسله، ولی اگر اینطوری فکر کنم که اون خوشونت ها چیکار کنم که این آلمانی میذاره بچه ها میره و میره برقره میکشه؟ یعنی من هنوز نگرفتم که کل این فیلم در راستای نمایش چیست. آره ببینه، اون بحث خشونت و تصویر، خب تو حرفای خودت هم در این مقدار واضح کردی چرا سینما و تصویر میتونه خشونت آمیز باشه. هر تفکری که ما داشته باشیم یک قالب فکری رو به شکل یک ایمیج ایجاد میکنه. یعنی من مثلا اگر یه ایده رو مثلا الان بخوام منتقل بکنم، این ایده میاد روی ایده دیگه میخواد بشینه و خودش رو به صورت یک تصویر در میاره و تصویرش هم جوری هسته که تصویرهای دیگه رو مثلا تقریبا میشکنه. وقتی دکارت مثلا یه ایده ای رو منطبق میکنه، این ایده مثلا به صورت یک پانچ میاد مثلا در تقابل قرار میگیره با ایده که فیلسوف قبری داشته، یک تصویر میشه. وقتی که مثلا هگل میاد راجع مثلا مسئله در اخلاق صحبت میکنه، یک تصویر جدید رو از اخلاق میاد خلق میکنه که قرار میگیره روی تصویری که مثلا کانت راجع به اخلاق ساخته بود. از این لحاظ تقریبا رابطه خیلی مستقیمی بین فلسفه و ایمیج وجود داره و خیلی از کسایی که راجع به مثلا فلسفه صحبت میکنن، مخصوصا تو قرن بیستم، راجع به خشونت و فلسفه هم صحبت میکنن، میگن که عمل فلسفی یا تفکر فلسفی همیشه عملی نیست که موجب آزادی بخشی بشه. خیلی مواقع مثلا یک تفکر رو تو ایجاد میکنی، این تفکر زندگی ها رو میتونه مثلا زندگی ها رو کاملا عوض بکنه. به خود نیست که مثلا بعضی وقتا میگن آدمایی که نمیدونن خیلی زندگی راحت تری دارن. هر دونستن یه سری اصول و یک چارچوبه های جدید رو برای تفکرت خلق میکنه. نیچه از جنگ صحبت میکنه، ویل تو پاور و تفکرات متفکرین مختلفی که ویل تو پاور های خودشون رو تحمیل کردن و زندگی ها رو شکل دادن. همین تفکرات بود که مثلا باعث شد در شکل های دیگه تو قرن 20 مثلا نازیسم و اینا رو خلق بکنه. ارتباط خیلی مستقیمی هست بین خلق کردن و خشونت و تصویرم از این لحاظ میتونه، یعنی عاملی عاملی خشونت آمیزی در نظر گرفته بشه. هر وقت هر تصویری که ایجاد میکنیم چون محدودیت داره، تفکر فلسفی هم محدودیت داره. بخاطر چی این تفکرات با خشونت ارتباط دارن؟ بخاطر محدود کننده هستن، چارچوب بهت میدن دیگه، میگن اینجوری مثلا با دنیا رو نگاه بکن. هر تصویرم همین حالت رو ایجاد میکنه، بهت میگه چجوری باید مثلا به یک پدیده نگاه بکنی. محدودیتش
بخش ذاتیش هسته، ولی بخاطر همین محدودیتش یه حالت خشونت هم توش وجود داره، خشونت هم درش تحمیل میشه. و خیلی نباید فکر کرد که آره مثلا نانسی صحبت میکنه میگه که شما فکر میکنه وقتی که مثلا در مورد فیلم های خشن صحبت میکنه و فکر میکنه هم مثلا فقط خشن بودن مثلا تصویری هست که مثلا تصویر رو خشن میکنه، نه، کل قالبی که اون فرم رو ایجاد میکنه یک قالب کاملا میتونه خشونت آمیز باشه. این هم به خاطر نوع خاصی هست که داره خشونت تعریف میشه. خشونت اینجا به صورت یه چارچوبی تعریف میشه که روی چارچوب دیگه قرار میگیره و اصول اون رو برهم میزنه. تصویر هم از این لحاظ یک پدیده در نظر گرفته میشه که میتونه خشونت رو تولید بکنه. بعد وقتی که در مورد مثلا همین فیلم صحبت میکنه که این مثلا خیلی بعضی چیزا رو تو نمیدونی، این همین حالت خشونت سینما هست دیگه. این فیلم داری تو باید در 2 ساعت این فیلم رو تولید کنی، 1.5 ساعت رو تولید بکنی. این فیلم مثلا با مسئله بودجه هم خیلی دست و پنجه نرمی کرده. چرا میاد مثلا فکر میکنه این فیلم مثلا اگر میخواست مثل فهرست شیندلر بسازدتش پر هزینه میشه، درست پر هزینه میشه، چون درست کردن این کوره های آتش سوزی و این فضا و اون بک‌گراند کلی هزینه داره. این تمامش محدود کرده به یک نفر. حالا خودش مثلا در مورد این موارد ارتباطش با اون کار فکریش هم داره صحبت میکنه، ولی یک دلیل مهمش هم بحث کاست هست. کاستی هست که میخواد کاهش بده، ریدیوسش بکنه و یه دیدگاه خاصی رو انتخاب میکنه، ولی به خاطر این دیدگاه خاصی که انتخاب میکنه یه سری اطلاعات دیگه تو دیده نمیشه. تو داری از دیدگاه این فرد زندگی رو داری نگاه میکنی، نمیبینی که بس بقیه مثلا در مورد این شخصیت بیان حرف بزنن. و تو من خودم به عنوان یک شخصیت هر حرفی رو که میزنم احساس میکنم تو میفهمی. وقتی که تو میتونی بفهمی که وقتی که دیالوگ صورت بگیره که دیگه بیاد در مورد من حرف بزنه، اون موقع است که ضعف تفکر من دیده میشه. ولی وقتی از زاویه دید من همه چیز نگاه کرده بشه، من فکر میکنم هر کاری که من دارم میکنم الان کار کاملا درست است. این شخصه در اون لحظه این اتفاق براش داره رخ میده. تو درون مکانیزم مغزی اینو ما اصلا اینجوری نمیتونیم پی ببریم، چون دوربین کاملا محدود کرده خودشه. با جایی که نگاه میکنه من این طرف رو میشناسم، این کارکتر رو قراره با جایی که نگاه میکنه بشناسم. اوکی، بذاری کار بکنم، اینو بذاریش برای بخش سشن، چون اصلا زمانی پرستان پتو کشید. خیلی سریع، من میخوام تا ساعت 9:35 دقیقه دقیقا سوال جواب رو تمام بکنم که یه 20-25 دقیقا برای بخش دیسکشن خود داشته باشیم. 4 نفر توی لیست هستن برای سوال جواب، خیلی سریع جواب کنم، خیلی سریع اگر همه بدیم بودترم که تمام کنیم. پرین هست. من خواستم در مورد خود کاراکتر رو بپرسم، اینکه سیر تحولش توی فیلم و اینکه من شنیدم یه جا شما گفتیم مضحک یه تصویر خیلی غیر منطقی و حتی دیوانه‌واری داره می‌بینیم. خواستم در بیشتر در مورد این صحبت کنم. آره دیگه، اون با کل فکر و نظام فکری که در اون کمپ و در مورد اون شخصیت ها حاک فرما هست، این فرد فرق میکنه دیگه. افرادی که اونجا هستن ممکنه مثلا مسئله دفن جسد رو اصلا دیگه الان مسئله مهمی در نظر نگیرن دیگه. اون الان فکر این هستن که زودتر خودشون رو برسنن به نیروهای روسی یا فرار بکنن از این وضعیتی که در اون کم درش رو هستن که نجات پیدا بکنن و اتفاق روش. ولی این شخصیت مثلا میخواد جسدی رو بگیره کولش و اونجا مثلا دنبال ربی داره میگرد و خودشو مثلا یه جایی هست که دیدین که لباسش داد به یه شخصیت دیگه و نزدیک بود به خاطر این کارش اصلا تیربارون هم بشه دیگه، بندازنش داخل اون گودال که یکی از همقطاراش اومد گفتش که این جزء زوندر کماندورای ما هست، بیارینش بیرون نجاتش بده. و اون چیزی که درش تعریف شده الان داره کاملا و اون وظیفه اجتماعی که الان اونجا در اون شرایط بهش تعمیل میشه داره مخالفت میکنه. وقتی معمولا تو این فیلم‌های مثلا قهرمانانه که اینا نگاه میکنیم، مثلا اون شخصیت مثلا شخصیت هروئه جوری عمل میکنه که اون کالکتیویست یا اون دیدگاه کلی پیش بره. مثلا ما تو فیلم هانگر گیمز مثلا اون شخصیت درست ایندیویدوالیسم رو داره، ولی کلا ایندیویدوالیسمش به نوعی هست که کل اون پروژه هانگر گیمز به نحوی پیش میره که در نهایت باعث مثلا رستاخیز کل اجتماع کل جمعشون میشه به سعادت مثلا جمع این میرسن. ولی اینجا نه، این کلا این پروژه‌ای که در پیش گرفته در تضاد هست با کل کارهایی که بقیه انجام میخوان بدن. این میخواد مثلا جسد رو بگیره خودش بره مثلا جسد رو دفن کنه، حال کار نداره بقیه مثلا میخوان چیکار بکنن و چه پروژه‌ای دارن برای نجات شدن. و این وسطم حالا که صحبت کردم اون چیزام این وسط گم میکنه، از دست میده. اینجا هست که مثلا در مورد دیوانگی رو مثلا شاید بتونیم توی شخصا مثلا
یعنی ببینیم. سامان اگه اجازه بدیم من چند نفر دیگه سوال نکردم. من یه سری کانسپت خیلی متعلقه به دلوزه توی این فیلم دیدم. تا تو مصاحبه های توی شناختی از سرگرم داری که دلوز اومده. نه اینا خب به تحت تاثیر سبکای اروپایی مدرن هستن دیگه، بدون شک دیگه دلوز و بیکامینگ و بینگ و بعد مثلا تبدیل شدن به یه چیزی، مثلا تبدیل شدن تو این شخصیت کاملا میتونم ببینم بیکام مثلا تو دلوز مثلا بیکامینگ مثلا مانستر بیکامینگ نمیدونم چایلد بیکامینگ خیلی هست، این قشنگ ما میتونیم این بیکامینگ ها و اینا رو مثلا ما درش نگاه بکنیم، بعد اون ایمیج و تصویر و مثلا اون چیزایی که دلوز آره اونا رو کاملا ما میتونیم ببینیم توی قبل از اینکه من سال بعدی برم باکس دونیشن ها رو یادم رفتش که پس بکنم، اگه دوستان علاقه دارن که به گروه کمکی بکنن توی همین باکس چیک بذارم. مجتبا من فکرم سوال من مورد انالو بعد رسید اوکی خوش بشه امیر من اینو اصلا میپرسم برای اینکه یه چیزی به نظر خودم رسید ولی چون تو زبان سینما رو بهتر میشناسی، یکی چیزی که تو طول فیلم به نظر خودم میومد این که این درک بک‌گراند فلو بود به همه اتفاقات، به اینکه میدونستیم یه جهنمی اونجا داره، سر و صدا و آتیش و داد و بیداد و تیر و اینا، ولی این آدمه فوکوس بود و بعد هر کسی که با این کار داشت میومد توی قاب بعد یک اینتراکشن انجام میشد باز میرفت از بیرون قاب. من فکر کردم که شاید دلیلی که حالا غیر از اون دلایل تکنیکی و بودجه و اینا، به خاطر اینکه این از یه جایی اصلا این و اون ماجرای بچه اینقدر رو هم دیگه فوکوس شدن، یه دفعه همه ماجرا برای این، چون این قبلش که یه کاماندو بوده دیگه داشته کارشو میکرده، ولی یه دفعه اون اتفاق کمی نبود دیگه جلوی چش این، اون یارو با اینکه این زنده مونده بود هنوز امیدی داشت که این بچه برگرده، دماغ یارو رو گرفت و همونجا پسر مرد، یعنی جلوی چش این. بعد این به نظرم که از اونجا به بعد این باعث شد که بقیه ماجرا فلو بشه برای این و این فقط روی بچه تمرکز کنه. حالا شاید رفتارش هم کمی دیوانه وار بود ولی دلیل خیلی محکمی فیلم بهمون میده که آقا از اینجا به بعد که تو شاهد حالا یا بچهش بود یا نبود دیگه، که اونجوری داشت زنده ایمون و اون شانس داشت و جلو چشش کشتنش اونطوری با اون بیرحمی، و بعد این نمیدونم تمام این ماجرا که این فقط قصدش اینو از کمپ ببره بیرون، من فکر می‌کنم که دلیلم که چسبید به اون کماندو که با نقشه اونو بره بیرون که می‌خواست اینو ببره و دفنش کنه دیگه، چون تو کمپ نمی‌تونست